داستان ملا نصرالدین و همسایه یهودی. ملا نصرالدین هر روز این دعا را می‌خواند: خدایا 100 دینار به من بده. اگر از 100 دینار کمتر باشد برمیگردانم و قبول نخواهم کرد. او یک همسایه یهودی داشت. دعای او را هر روز می‌شنید. یک روز می‌خواست او را امتحان کند که آیا او راست می‌گوید که کمتر از 100 دینار قبول نمی‌کند یا نه. بنابراین 99 دینار در میان کیفی گذاشت. بعد از دعای ملا کیف را به خانه او انداخت. ناگاه ملا نصرالدین متوجه آن کیف شد. به سراغ آن کیف رفت به خیال اینکه دعایش مستجاب شده و از آسمان برایش کیف پر از پول آمده است. با شتاب سر کیف را باز کرد و دینارها را شمرد. دید 99 دینار است. یهودی مخفیانه گوش به زنگ بود تا ببیند ملا با دینارها چه می کند و چگونه کیف را به خدا رد می نماید. ناگاه دید ملا سرش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا، اگر نزد تو اکنون 100 دینار نیست، من به همین 99 دینار راضی شدم. وقتی یهودی سخن را از ملا شنید، پریشان خاطر شد و با شتاب به در خانه ملا آمد و در زد. ملا پشت در آمد و گفت: چه میخواهی؟ یهودی گفت: دینارهایم را میخواهم که در میان کیفی گذاردم و به خانه ات انداختم تا تو را امتحان کنم. آن دینارها مال من است. آنها را به من بده. ملا گفت: مگر دیوانه شده ای؟ من همواره شب و روز از خدا خواستم به من 100 دینار بدهد. در نزدش 100 دینار نبوده، 99 دینار به من داده. حالا این را هم تو میخواهی با کلک از من بگیری؟ این دینارها از طرف خدا به من عنایت شده است. یهودی گفت: باید نزد قاضی برویم تا بین ما داوری کند. ملا گفت: مانعی ندارد، ولی هوا خیلی سرد است. من قبایی که مرا بپوشاند ندارم. می ترسم با این وضع بیایم مریض شوم و اینک قبا ندارم. یهودی گفت: من به تو قبا می دهم. رفت و قبایی آورد و به ملا داد. ملا گفت: یک چیز دیگر مانده و آن این که من ضعیفم. خانه قاضی تا اینجا دور است. من در این سرما نمیتوانم پیاده بروم. یهودی رفت و چهار پایی حاضر کرد. ملا سوار بر آن شد و با هم به در خانه قاضی آمدند. در زدند. قاضی آمد، در را باز کرد و گفت: چه میخواهید؟ یهودی گفت: من 99 دینار نزد این شخص دارم. اینک اون منکر است. ملا گفت: حضرت قاضی دروغ میگوید. اگر به اون مهلت دهی، این قبایی را هم که پوشیدم ادعا میکند مال من است. یهودی گفت: مگر قبا مال من نیست؟ ملا گفت: حضرت قاضی، اگر ساکت باشی، ادعا میکند این مرکبی را که سوار شده ام مال من است. یهودی دوباره گفت: مگر این مرکب مال من نیست؟ قاضی به یهودی رو کرد و گفت: از این پیرمرد چه می‌خواهی؟ مال و لباس و مرکبش را بی مورد ادعا می‌کنی؟ تو برگردن این بیچاره هیچ گونه حقی نداری. سپس رو به ملا کرد و گفت: برو سراغ کارت. این یهودی برگردن تو حقی ندارد. در نتیجه یهودی با دست خالی، در حالی که قبا و مرکبش را از دست داده بود، به طرف خانه اش بازگشت و ملا دارای 99 دینار پول و صاحب قبا و مرکب شد. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید، در کامنت ها برامون بنویسید: من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره. سپاس بیکران که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین.